آقای علیرضا غلامپور مدتیه که به عنوان پارکبان برای آقای سرمدی پیمانکار شهرداری کار میکنه. اما همان روز اولی که به یک منطقه جدید منتقل شده، با رئیس شعبه یکی از بانک‌های اون منطقه سر جای پارک درگیر میشه. آقای اصلانی رئیس شعبه ادعا میکنه که جای پارک روبروی بانک متعلق به خودشه و هزینه‌ش هم قبلا حساب شده. درگیری بالا میگیره. آقای غلامپور زمین میخوره و آسیب میبینه. حالا آقای غلامپور از آقای اصلانی به خاطر ضرب و جرح به دادگاه شکایت کرده. قیام کنید. سلام آقا. سلام. صبحتون بخیر. بفرمایید. خب سلام آقا. شما واقعا ایشونو زدی؟ بنده نزدم ایشون. نزدی؟ آها خیلی. پس هیچ. آقای علیرضا غلامپور درسته؟ بله. شکایت کردی بابت ضرب و جرح. شما رئیس بانکی؟ بله حاج آقا. چند سال این شعبه هستی؟ این شعبه الان 2 سال. حالا چه اینقدر عصبانی؟ 2 سال. بخند. خب یه توضیح بده راجع به شکایتت. آقا جیم من پارکبانم، آقای سرمدی هم پیمانکارمون اینجا هست. آقا جیم من داشتم به یه آقای فرمون میدم ماشینشو پارک کنه، بعد این آقا از اون ور با ماشین اومد گفت این جا پارک منه، نباید به کسی بدیم. منم گفتم آقا هر کی زودتر بیاد واسه اونه، ما میدیم به اون. گفت نه جا پارک منه، پول دادم. گفتم نمیشه. بعد از ماشین پیاده شده داد و بیداد، منو هر داد خوردم زمین، شکایت کرد. خیلی خوب. ایشون برای چی اومده الان آقای سرمدی؟ اجازه هست آقای قاضی مجیدی؟ پیمانکارمون ها. بنده سرمدی هستم، پیمانکار. منو به عنوان مطلع اظهار کردید، ولی اگر خب اجازه بدید من از حق کارگرم دفاع کنم، ممنونتون میشم. چرا ما خودت نمیتونی صحبت کنی؟ قاضی پیمانکارمونه. میدونم هی میگی پیمانکارمونه. خودت مگه نمیتونی صحبت کنی؟ من میبینین بیان خوبی ندارم. گفتم ایشون صحبت خودت کنه. خودت راضی هستی اون بیا جای صحبت بکنه؟ بله آقا پیمانکارمونه. اجازه است؟ بفرمایید. آقای قاضی بیا تو جایگاه. بیا. ببخش. آفرین. خیلی. حاج آقا آقای غلامپور روز حادثه روز اولی بودن که ما به محل کارشون میفرستادیمشون. قبلش کار چی بوده؟ قبلش هم پیش خودم بودن. برای برای اینکه بچه‌ها به محل زندگیشون نزدیک بشن خود ما جابجاشون میکنیم. یکی دو ساعتی گذشته بود که تلفن من زنگ خورد و من متوجه شدم که آقای استونی با کارگر من درگیر شدن. این بنده خدا رو زدن به این روز در آوردن. حاج آقا این بنده خدا صبح تا شب کار میکنه کنار خیابون، توی گرما، توی سرما، واسه چندر قاسپور ببر سر سفره زن و بچه‌ش. اتفاقا زن و بچه‌ش هم بیرون منتظر هستن حالا تو ببینن دادگاه چی میشه. اگه شما اجازه بدید لازم باشه بیان داخل. زن داری؟ بله. با چند تا بچه داری؟ یه دونه. دختر یا پسر؟ دختر. چند سالشه؟ 12. بله آقا این بنده خدا حالا زده این اینجوری کرده. من نزدم جناب آقای سرمدی. من نزدم جناب آقای سرمدی. صحبت اجازه بده من صحبت های ایشونو بشنوم، بعد به شما هم وقت میدم صحبت کن. آره آقا این بنده خدا زده اینجوری کرده، آخه این انصافه. این بنده خدا رو زده اینجوری کرده، در و داغون و دست و خودتو میبینید دیگه. خیلی خوب. آقای اصلانی. بله. میدونی که ما تو مملکتمون با این قانونی که داریم اجازه نداریم کوچه و خیابون متملک بشیم. من نمیدونم میدونی یا نمیدونی. الان اجازه دارم صحبت کنم؟ آره حتما. خیلی ممنون، باز خدا خیرتون بده که به بنده هم اجازه فرمودیم. خواهش کنم. جا
جناب قاضی، خودتون میدونین که سرپرستی یه شعبه رو وقتی آدم قبول میکنه با خودش کلی مسئولیت به بار میاره. تو بعد این مسئولیت باعث میشه که دیگران رو اینجوری کتک بزنیم ما؟ اولا که بنده کتک نزدم، دومانم چنین چیزی رو خدمتتون عرض نکردم. اگه اجازه بدین من تا آخر صحبتامو بگم. بگو. باش، من عذرخواهی میکنم. دیگه وسط حرف شما نمیام. خواهش میکنم. من باش. اگر 10 دقیقه دیر برسم سر کار، یه چیزی نزدیک به شاید 15 تا 20 نفر معطل این هستن که بنده برم کارشون رو راه اندازی کنم. اونم تو منطقه ما که اصلا جای پارک میدونید که خوب گیر نمیاد. خب من شما الان میفرمایید حق تملک، بنده نمیتونم جلوی بانک خودم پارک کنم؟ ببین بابا جان، من اصلا با ادبیات شما مشکل دارم. خودم ادبیات. ببین بانک خودم چیه؟ منظورم محل کارم. شماست. شما اونجا کار میکنی، کارمند اونجایی. بعدم ببین بحث جای پارک مشکل من و شما نیست، مشکل همه است. خب دقیقاً همینه، میگم خدا از دهنتون بشنوه. اینجور موقعا میگن شاهد از غیب رسید دیگه. حالا من اومدم یه تدبیری اندیشیدم، پول یک هفته پارک رو جلو جلو حساب میکنم، بعد به پارکونا پرداخت میکنم. انصافاً هم حواسشون هست، هوای منو دارن. حالا یه مغازه‌داری میاد جلوی مغازش یه سطل میذاره، یه کله قندی میذاره، من دور از جون حالا این دوستان فکر کنید کله قندی گذاشتم، الان این جرمه؟ من نمیدونم چرا بعضی وقتا هرچی تلاش میکنم توی حرفام به اون نتیجه دلخواهم نمیرسم. آقای اصلانی، همین الان چند ثانیه پیش من به شما توضیح دادم آقا ما حق تملک برای کوچه و خیابان نداریم. اگرم کسی میاد کله قندی میذاره که خیابون، داره بله داره جرم میکنه، داره اشتباه میکنه. شما که نباید همون کارو تکرار بکنید. جناب قاضی، اصلا به نظر من اینا رو اصلا بیخیال بشیم. چی بشیم؟ یعنی چشم پوشی کنید قربان، اصلا از این بحث. مهم اینه که بنده ایشون رو کتک نزدم، نمیدونم الان اینجا چیکار میکنه. شما دست ایشون بالا نکنید، ایشون شاید باد ایشون انداخته احتمالاً. نه من نمیدونم، میتونید به هر حال من کتکشون نزدم. خب چه اتفاقی افتاده؟ توزی کی کتکش زده؟ از خودشون بپرسید. آقا من شب قبلش دختر 6 سالم مریض شد، بردمش درمونگاه، تا برگردیم خونه شد ساعت 1:30 نصف شب. صبحم زود بلند شدم بیام سر کار، دیر رسیدم، یه مقدار خواب موندم. رسیدم میبینم که ایشون داره جای پارک منو میده به یکی دیگه. خب منم عصبی بودم، کم خوابی کشیده بودم، برای همینم پیاده شدم ماشینمو پارک کردم. لحن ایشون اگه بدونید چقدر با من بد بود. چی بود؟ توهین کرد به شما؟ توهین نکرد، خیلی بد صحبت میکرد با بنده. آقای قاضی بعد اجازه بدید، بعد منم ماشینو پارک کردم رفتم. آقای قاضی من میتونم چیزی بگم؟ حاج آقا همونطور که عرض کردم، آقای غلامپور روز اولی بودن که ما به اون محدوده میفرستادیم ایشون برن کار کنن. اینکه این آقا میگن من پول دادم و اینا که اصلا سر نداره، روز خب اول پول رو دادم، صحت نداره. اصلا اونی هم که شما دادی اشتباه کردی دادی. آقای اصلانی، برادر من، بابا الان چند دقیقه از دادگاه داره میگذره، شما هنوز داری رو موضعت پافشاری میکنی؟ هی میگی من پول رو دادم، برای خودت حق قائلی. بابا ما این حق رو نداریم. باز الان 30 ثانیه دیگه آقای اصلانی میگه من پول دادم. و آج آقا در مورد لحن صحبتم که ایشون میگن، آقای غلامپور الان حدوداً 4-5 سال است که پیش من دارن کار میکنن. تو این 4-5 سال ما هیچی از ایشون ندیدیم، نه بگید به کسی توهین کنن، نه با کسی درگیر بشن. اصلا اهل این برنامه ها نیستن ایشون. خیلی خوب، ما الان یه فیلم دوربین مدار بسته هست اینجا با هم ببینیم. چون آقای اصلانی که میگه من نزدم، شما هم که میگه آقای اصلانی زده. بله آقا. مشخص بشه ببینیم که چه اتفاقی افتاده. از دوربینای مداربسته بانک، چون من هیچ نامه قضایی برامون نیومد که بخوایم فیلم در اختیارتون بذاریم. نه نه نه. 3 تا مغازه بالاتر از بانک لوازم خونگی فروشیه دیگه، درسته؟ بله. چی شد؟ الان میاد. من فکر کردم یادت رفت باز تلویزیون روشن کنی. آقا اینجا دارم فرمون میدم ماشین پرایدی پارک کنه، یهو این آقا از اون ور اومد گفت جا پارک منه. من الان دارم باشم میگم آقا اینجا جای هر کی زودتر بیاد، میگه پول دادم جا پارک منه. هر چی بهشون گفتم آقا قاضی اصلا انگار نه انگار. الانم سرم میبرم تو ماشینش باش صحبت میکنم، اصلا گوش نمیده. الان پیاده میشه، الان پیاده میشه آقای قاضی، داد و بیداد.
همینجا داد و بیداد من پول دادم. جواز خودش دیگه اصلا مشخصه دیگه. الان اینجا من اصلا حواسم نبود یهو منو هول داد. خودش آقایی اصلا مشخصه ازش. چرا به بازی رزمی کار میکنی؟ نه خیلی جدی میگم زورت زیاده خیلی. اجازه هست من راجع به این فیلم الان یه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم؟ قبلش من یه چیزی ازت بپرسم؟ بفهم اصلا برات مهم بود چه بلایی سرش میاد؟ اصلا همینجوری رفتی جناب قاضی. من قبل از دادگاه اصلا اشتا فیلم میده تعجب کردم گفتم میگه میشه آدم دشمنش هم وقتی قول میده اینجوری میخوره زمین بالاخره میبینی بلایی سرش نیومده. تمام این جریانات اصلا حرفای من رو شما تاثیر نه. خیلی خوب بگو. حرفی ندارم برای پاسخ دادن به اون سوال برده. شما برده. چون قبل از اون اگر اجازه بفرمایید من یه مطلبی رو باید خدمتتون عرض کنم. تمام این جریان، این فیلم و این نمایشی که الان اینجا راه افتاده به خاطر اینه که یک حالا اسمشو نمیدونم کینه بذارم، انتقام بذارم. همین آقایی که اینجا ایستادن مؤدب دست به سینه دو ماه پیش اومدن برای اینکه از من یه وامی بگیرن. منم تازه اول سال بود گفتم که جناب آقای سرمدی هنوز ما منابعمون تجهیز نشده اجازه بدین هر وقت تجهیز منابع شد چشم وقت خدمتتون هستم. بله دارم صحبت میکنم اجازه بفرمایید. بفهم. گفتم تشریف ببرین بعد در آینده نزدیک در خدمتتون هستیم. رفتن دیگه نیومدن. حالا دیگه این که اون موقع نتونستید وام بگیرید اینو بعدش کینه کردین. فیلم برای من میرین دیگه از مغازه ها میارین. داره نشون میده اینجا پخش میکنه. من نمیفهمم واقعا چیه جریان. الان این وسط همه چی داره علیه من انجام میشه. یعنی اینکه ایشون از شما وام خواستن شما بهشون وام ندادی باعث شده که ایشون بیاد خود به خود از شما کتک بخوره؟ من ارتباط و موضوع رو نفهمیدم. نه داستان چیز دیگه یه بس کردی که شما الان رفتید آجاقا من میتونم یه لحظه یه چیزی بگم شاید ایشون تمارز کرده ها؟ آجاقا ببخشید این آقا راست میگن آقا من دو ماه پیش رفتم پیش ایشون وام بگیرم بعد از چقدر دوندگی و برو و بیا و اینور و اونور آخر سر به من گفتن آقا وام نمیدیم بهتون اونم با یه لحن خیلی بدی هم گفتن نگفتم وام نمیدیم کدوم لحن بد؟ چرا همینجوری گفتی با خیلی لحن بدی خیلی اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشم آقا قاضی شما نگاه نکنید اینجوری انقدر لفظ قلم این آقا اینجا صحبت میکنن تو بانک اصلا یه چیز دیگه ای هست یه شخصیت دیگه ای هست چرا دارین انقدر تخریب شخصیت تخریب نمیکنم شخصیت خودتو اینجا نشون دادی بنده خدا رو زدی در و داغون کردی ولش کردی رفتی نه کجا ولش کردی؟ رفته داخل اصلا نیامد بگه بابا این زنده است مرده است چی شده نگهبان بانکو فرستاد اومده ایشون داره درست میگه جناب قاضی من زدمش نهایتش دیه است بگید چقدر میشه بنده بیا دیگه تشریف دیه میدیم دیگه این نزدیم خب اول حکمو بده بعد دیه رو پرداخت کن من خواهش میکنم من جسارت نکردم من ببینید در طول روز به هر حال 10 تا مشتری وکیل دارم نهایتش میخواین 20% دیه جه بنویسید بنده پرداخت میکنم بس بیا شما بنویس بیا نه من خواهش میکنم بیا 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 نه نه بنده جسارت بیا اصلا کارت دارم بیا اینجا بیا بابا جا جناب قاضی آخه بریم این... امضا کن تو رو خدا این کارو نکنید چرا الان دارید فقط منو شرمنده میکنید جلوی حضار جلوی شرمنده باشه نه بابا این حرفا چیه مگه نمیگی روزی 20 تا وکیل میان پیشت چند 10 تا یا 20 تا گفتی به هر حال مشتری وکیل زیاد داره. خب بنویس. فقط استاد من یه سوالم دارم. بفهمید. اگه یه وقت این آقای قاضی تشخیص تجری بده قضیه چیه؟ می‌دونی تجری چیه؟ خب بنده در این حد که اطلاعات قضایی ندارم. من به شما کمک بکنم؟ خواهش می‌کنم. آره. می‌دونی که اون 2 تا 5 سال حبس داره. حبس؟ برای یه چنین اتفاق پیش پا افتاده و ساده‌ای؟ اگه نمی‌نویسی برو من می‌نویسم چیکار کنم من بنویسم یا شما می‌نویسی خواهش می‌کنم بیشتر از این بنده رو خجالت ندید
ولی یه چیزایی هستش که شما نمیدونید. چی هست که ما نمیدونیم؟ شما بفرمایید. بنده داشتم با جناب آقای غلامپور به صلح میرسیدم، داشتم رضایتشون رو جلب میکردم که نذاشتن. کی نذاشت؟ حالا دیگه اسم میبرم چون خودشون میدونن. ببینید، من خودم به هر حال از مردم هستم، من میدونم ایشون زحمت میکشه، من خودم در جریان همه چی هستم. به هر حال من یه خبطی کردم، اوکی، تاوانشم باید پرداخت کنم، ولی قبل از اون اگه اجازه بفرمایید 10 دقیقه به من وقت بدین، میتونم با جناب غلامپور صحبت کنم، رضایت ایشون رو جلب کنم. رضایت بگیری که عالیه، من 20 دقیقه به شما وقت میدم. خواهش میکنم اگر صلاح بدونید. آقای غلامپور، این مدارک پزشکانی شما اینجا هستی؟ آره آقا، مدارکش رو گذاشتم اونجا، عکس شکستگی دستش امروز خیلی اذیت میشد، مجبور شدیم ببرنش بهداری، عکساش همه اونجا هستش. خودم هم اونجا کنارش وایساده بودم اگه لازم باشه. خیلی. یا آقا من بالاخره کارفرماشم. چی میگی شما هی تون تون هست؟ آقا من کارفرماشم، گفتم ازش بالاخره دفاع کنه، وقت اینجا حقش خورده نشه دیگه. حقش برای چی خورده بشه؟ پس من اینجا نشستم کارم چیه؟ همه علاقه دارم به قضاوت، من نمیدونم چرا. ایشون میگه 20% دیه، شما میگه حق خورده نشه. بابا ما یه لقمه نون داریم میخوریم تو رو به خدا. چی شده آقای غلامپور؟ رضایت میدی؟ چی بگم آقا؟ هرچی سرمدی بگی. خودت باید حرف بزنی. برادر من، چی کار با آقای سرمدی داری؟ تصمیم گیرنده شمایی. انگار پافشاری هم نداری شکایت دستم. جناب آقای سرمدی، اجازه بده این پرونده ختمه به خیر بشه. من چه کارم آقای؟ به هر حال کار نشد نداره که. حل میکنیم با هم دیگه. جناب قاضی، شما اجازه بدید من صحبت کنم با جناب سرمدی و آقای غلامپور. آقا من خودم به هر حال در جریان همه امور هستم، یه جوری رضایتشون جلب میکنم، من نمیخوام بی خود و بی جهت یه سوء سابقه بره تو پروندم. همچین بی خود و بی جهت هم نیست. خب دیگه اون ضربه ای که زدی به هر حال بنده دنبال این هستم که سوء سابقه نداشته باشم. من باشه اگر شاکی رضایت بده من حرفی ندارم. باش من یه 10 دقیقه تنفس اعلام میکنم. 20 دقیقه 20 دقیقه تنفس اعلام. محبت میکنید؟ بفرمایید. باش. من بعد از اون قرار بهشون زنگ زدم، گفتم جناب من اصلا نمیخوام با شما ارتباط باشم، نمیخوام با شما ارتباطی داشته باشم، با من تماس نگیرید. الان دیگه روانشناسا هم این حرفو دارن میزنن، میگن که خانم‌ها هر چی که میگن منظورشون دقیقاً عکسشه. شما مگه نسبت داری به این خانم؟ بله همسرم. بله. می مدرکی داری؟ چه مدرکی؟ دروغ میگه. من کجا برگشتم گفتم آقا یه قرار بذاریم. خب من فکر کردم ایشون من خوشش اومد. ایشون به شما درخواست قرار داد؟ بله بله. منم از ایشون خوشم اومده بود. جناب قاضی دقیقاً همون زمانی که من این صحبتو باشون داشتم تحت. حالا من کی شما رو تهدید کردم؟ بله داد. آقا اصلا معلوم نیست مدارک واقعی باشه یا نه. صبر داشته باش. خب در خدمتیم آقای غلامپور. آقای قاضی، بنده از آقای غلامپور خواهش کردم که رضایت بدن. آقای قاضی، خطبه بخه بشه، من خودم برن سر کار. آقای قاضی، من رضایت نمیدم. من اصلا نمیخواستم شکایت کنم. یعنی این آقا گفت که این رئیس بانک میشه ازش وام گرفت. چی داره میگه این آقای؟ بعد منم اصلا وام نمیخواستم. وام صحبت نکردین. آقای سرمدی، مگه نگفتی رضایت میدید؟ نه آقا، من رضایت. آقای سرمدی چی میگی؟ آجا با هم صحبت کرده بودیم. داره حرف میزنه. آقای قاضی اومده جلو زن و بچه من بیرون داره میگه اگر زد ندی سر کار نیا. نه حتما میذارم بیای. من چه جوری تو صورت بچه هم نگاه کنم؟ برو بشی اونجا. برو بشی اونجا. صحبت نکن. آقای قاضی جلو زن و بچه هم غرور من رو شکست. من رضایت بده نیستم. غرور نکن غلامپور، رضایت بده بره به کارش. آقا مگه نگفتی آقای سرمدی الان چی داره میگه؟ آقا مگه آقای سرمدی، من آقای سرمدی اجازه بده غلامپور اجازه بده. آقای سرمدی پاشو از دادگاه برو بیرون. بلند شو برو بیرون از دادگاه.
آیه سرمدی آقا کجا داری میری مگه نگفتی آقا چیه برو بیرون آقا صحبت نکن آیه اصلانی قولم گفت فردا سر کار نمیای یا سر کار نمیام آقا قاضی من اگه اینجا نمی اومدم رضایت میدادم ولی که حالا اومدم من حقم میخوام آقا کدوم حق حالا هر کی برای من از راه میرسه حرف از حق میزنه آقا قاضی اصلا اینجوری ایشون زده دست منو شکسته برای ما نیست خوب کردم اصلا منو هول داده خوب کردم اصلا هر جا رو زدم شکستم منو هول داده اصلا برای مهم نیست آقای قاضی ایشون اومده حرفی که ایشون زده خیلی برای من بدتره اومده چه حرفی بهت زدم اومده میگه خیابون برای منه همینجور واسه خودش یعنی ما هیچ حقی نداریم آقای قاضی اینقدر تو رو خدا حرف از حق نزن آیه قلاب من رضایت بده نیستم آقای قاضی یعنی چی رضایت نمیدم من رضایت نمیدم ایشون منو تحقیر کرده تحقیر آخه بله. من اومدم اینجا خودم رو کوچیک کردم دارم میگم من کوچیک شما من مخلص شما حالا تحقیرت کردم من حق خودم از این بیشتر بعد سرت میوردم اصلا من حقمو میخوام والا اگه میدونستم میزدم من رضایت بده نیستم سرت هم میشکستم خیابون خیابون برای شما همه چی برای شماست ببین کار ما به کجا کشیده باید بیایم وایسیم جلوی کی جواب بدیم از کی بخوریم به قرآن جلوی قاضی جواب تموم شد سخنرانیت آقای قاضی من نمیدونم واقعا عذرخواهی میکنم بفرمایید خیلی من برات همون دو سال زندان مینویسم دو سال پس... زندان برای چی آخه آقای قاضی ببین گفتم تشخیص تجری میدونی یعنی چی یعنی که الان تشخیص من اینه تو الان از این در بری بیرون مجدد این کارو تکرار میکنی هر کس که بخواد جلوی من وایس اون حرف زور بزنه آره من همین کارو میکنم به خاطر اینکه ایشون صبح بهش دارم میگم اینجا جای منه من بابتش پول دادم اصلا اینجا رو کرایه کردم اصلا متوجه نمیشه شما اصلا صحبت نکن اصلا من میدونستم قراره کار به اینجا بکشه که میذادم اون یکی دستم میشکستن والا جناب قاضی الان من دو سال برم زندان میدونی یعنی چی یعنی اینکه میری کار چند نفر لنگ بمونه عوضش شما... خب جامعه در آرامش و امنیت خواهد بود جامعه با وجود من در آرامشه که بیاد ببینید چطور اینجوری که مردم چطور... پرت میکنی زمین من کسی رو باهاش این کارو میکنم که بخواد زور بگی بخواد جلوی من وایسه ولی شما خدا من هیچی نگفتم یه استعلام بگید ببین من چطور دارم کار مردم رو توی شعبه خودم راه میندازم شما یه استعلام از همون محدوده بگیر من قطعاً این کارو خواهم کرد سوء سابقه شما رو هم در میارم سوء سابقه من اصلا یه نقطه تاریک توی پرونده زندگی حالا من این کارم میکنم اصلا من اگه واقعا حکم اینه که بفرمایید بالاتر از شما کجاست من برم از شخص خود شما شکایت کنم دو سال به خاطر یه چنین داستانی آخه برو شکایت گفتم حتما از توی زندان این کارو بکن هر چی هست میارم اصلا دو برابر میدم سه برابر میدم هر چقدر شما بگی من 10 برابر اونو میدم دیگه که باید پرداخت بکنی اون بحثی نیست اصلا اون به گردنته متو زندان که رفتی از توی زندانم حتما از من شکایت کن من زندان نمیرم من برم زندان که شغلم از دست بدم آیه قاضی من برم زندان که تمام زندگیم به خاک سرکی بیا به خاک سیاه بنشینم برای چی باید برم زندان بهت میگم چیو به من میگین میشه لطفا بگین من واقعا الان به چه جرمی دارم میام زندان آقای استرکی دستبند میذارم ببر آقا دستبند کدومه آقای جناب سرکار وایس یه لحظه حالا من دارم هنوز تموم نشده که چی تموم من هنوز از خودم دفاع نکردم که بفرمایید آقای قاضی من نمیفهمم واقعا این الان اسمش قانونه اسمش چیه بخون من از شما شکایت میکنم حتما این کارو بکن من میتونم برم ممنونم